به به سلام نازلیایام، چطورین؟ در این پست اومدم سری اصطلاحات تو دوران سربازی بهتون میگم که خدمت رفته ها کامل درک میکنن، خدمت نرفته ها کاملا تعجب میکنن. ولو مثلا یکیش اصطلاح جالب اندک ماه هست که این اصلش در واقع شش ماه هست. بله، این سربازای قدیمی به جدیدی ها میگن. اصطلاح دیگه هم دارن که بعضیش قابل پخش نیست، مثلا موتوری، که موتوری یعنی تو تازه اومدی تو خدمت و موتورت هنوز گرمه، همچنین باید گاز بدی، مثلا فعالیت کنی، عرق بریزی. اونایی هم که زودتر از بقیه اومدن میشن بالا خدمتی، که اصطلاحا بالاخ هم بهش میگن، خلاصش کردن. اصطلاح بعدی یک دست هست، نه منظور مرتب و تمیز. به سربازه میگن که 5 ماه خدمتشو گذشته میگن یه دست. در ادامه یه دست، دو دست هم داریم که میشه 10 ماه خدمت. در ادامه دو دست، سه دست و چهار دست هم واسه اوناست که دیگه 16 ماه خدمت دارن عبور میکنن. اون آخرای خدمت هم اصطلاح دارن نکش، یعنی دیگه نمیکشه و خسته شده و از خستگی داره پاشو رو زمین میکشه. جیمبو، بچه که بودیم یه کارتونی بود توش هواپیمای شیطان بود، بهش میگفتن جیمبو. حالا این اصطلاح واسه سربازای که زبلبازی در میارن، جیم میزنن به کار میبرن. جیمبو هم داریم، جیم فنگ هم داریم. اصطلاح بعدی آشخوره، اونایی که از بیرون به سرباز جماعت میگن آشخور، اینو بیشتر واسه اونایی به کار میبرن که توی دوره آموزشی به سر میبرن. اصطلاح سرباز صفر هم داریم که درجهش پایینه. سربازی درجه بالا رو بهشون پایه بالا یا ریش سفید هم میگن یا بابا خدمتی. اونایی هم که درجهشون پایینه به تنوتی که به اونا میگن درجه مال آبگرم کنه آمونجون. پسر خدمتی هم داریم که این تازه از آب در اومده، یعنی مثلا بچه خدمتیشه، اون که بعدن اومده. اصطلاح دیگه پاچسبوندن هست، یعنی احترام گذاشتن مثل مافوق. سراغ غذاهاشون بریم، ساچمه پلو کمون عدس پلو، ولی چون دونای سفته میگن ساچمه پلو، کتلت های کلوفت و خامو میگن دمپای ابری، به کوکو سبزی هم چون نازوکه میگن سیدی، اگه قرمه سبزی بدن میشه خورشت علف. یه ظرفی هم هست به اسم یقلوی که چیز عجیب غریبیه، توش غذا میخوره، ولی خب اون ظرف اسمش یقلاویه. در اصل پست دادن هم داریم به منظور همون نگهبانیه. 48 هم مرخصی های کوتاه دو روزه رو میگن، طرف میاد سک سک میکنه برمیگرده. یه اصطلاح از ترکوندن، یعنی زیرابه یکی رو زدن. روزبرگ یعنی کسی که هر روز میره خونه. کفبرگ اونی که صبح به فکر اینه که ظهر بشه و بره بیرون. انبر هم اون کسی که غذای فرماندار میبره. این چند تا شد، حالا شما هم چیز بلدین بگین، خجالت نکشین. سلام نازولیا، چطور این مدیم به بحث برانگیزترین مسئله این روزو بپردازیم؟ منظورم هالک ایرانی، که البته کاش میذاش هالک مثلا تایوانی یا هالک لهستانی به ما نمیچسبون خیلی بهتر بود. با این حال ماجرای هالک از وسطای دهه 90 شروع شد. اون زمان تازه فتوشاپ یاد گرفته بود و هی هرج بدنشو قلمبه میکرد، یه جوری عکس میذاش که حتی سال 95 خبرگزاری های داخلی گفتن میخواد بره سوریه جلوی آدم بده بجنگه. آها یس کام آن بیبی، بیان جرتون بدم. هیم تو این سالا واسه مارتین فورد و بقیه رج از میخوند، استخون گاو میشون، پرتغال پارا میکرد که آره بیان مثلا اینا لهتون میکنن. تا اینکه رسید به فروردین 1401 و مارتین فورد یه جوری پرتش کرد که مثل پشمک حاج عبدالله ریش ریش شد. دل ما هم ریش شد، گفتیم برگرد، که وسط این التماسامون یهو دیدم زد زیر قوطی چوسفیل و گفت هی مارتین آیم ریدی، داداش ول کن تو رو جدت. اتفاقا خودش گفته جدش که از پهلوانای بزرگ زورخونه های جنوب بوده و واسه همین ژنتیکی درش اندام هستن. ولی جلو مارتین فورد که ما دیدیم تا زیر سینه هاش بود. ولی میگن 188 قد داره و 155 کیلو وزن. از 15 سالگی هم ورزش عضلانی میکرده، روزی 7 وعده غذا میخورده، قبلا پاور لیفتینگ کار بوده، ولی خب گرایش پیدا کرد به بوکس. الان میگه مبارز ام ام ای، یعنی ما بعید میدونی، یعنی تو این زدن مشت ناگام عجیب غریب. حتی در جایی گفته بود که سال 1393 میخواستم برم مردان آهن که از بدشانسی همون سال کلا برگزار نشد. آخ آخ چقدر بد. ایشون متولد 1370 یه مدت افتاده بود بره کشیکش و WWE که خداشکر مهیا نشد و یعنی حیثیتمون زودتر میرفت. حالا به خودتون میگی شغلش چی؟ املاک. حالا مشخص شد چرا هی تعریف میکنه. حتی جسارت نشه به شغل شریف املاکیا، ولی بعضیشون قشنگ یه قوطی کبدو در حد پنتاوس آپشن میذارن. حال که ایران میگه روزا یاده 7 وعده و روزای مسابقات 11 وعده غذا میخوره. میگه میخواستم تو فیلم گشت ارشاد دو بازی کنم اما قبول نکردم. بابا نکشیمون، جلوه ویژه اونجا یکم سخت بوده، ظاهرا شرکت نکرد. خودش میگه تو پرا جا نمیشدم، ولی بعدن فیلماش درآمد که تیبا داره. خلاص اینکه مارتین بردم درش گفت بابا تو کلا فتوشاپی، من دلم نمیخواد بمیری. خداشکر بازی انجام نشد. شروع بازی 1-2-3 زارت هالکو کف رینگ. بازی با همین گوریلا قزاق هم در حد سرگرم بود. کاش از فن میمونه مست استفاده میکردی، فوش میدادی حداقل.
ولی در کل دوستان مجازی همش همینه، آدمای فیک که دو روزه مشهور میشن ولی در پشت صحنه زندگیشون یه آدم تقلبی ان. داریم دور بر اون دیگه، خیلی زیادن، مجازی رو باور نکنین. آخرین حاشیه حال که ایرانی مربوط به وایسایی که واسه یه خانومی به اسم ملودی میفرسته، قشنگ فیلمش کردن دیگه، هر چند سال آبرو جمع کرده بود با فتوشاپ و فیلم و ادیت و اینا، یه شبه کلا پاچوندنش. ملودی من ساعت 12 دارم میرم سر تمرین، یعنی دو ساعت دیگه، اگه وسط مقدور هست چند تا از این عکسای خیلی خوب یا فیلم تمام قدی برام بفرست ببینمت، روزمو و تمریناتمو پرنجی شروع کنم. یه جوری که هیچ کس دیگه گردن نمیگیرتش، حتی مربیش گفته بله فیکه، پس فالوش نکنین. فدراسیون هم گفته عجب، من یه همچی کسی ما تو ایران داریم. حال تصور کنین حال که ایرانی برنده میشد و حریفه و له میکرد، همه میمدن استقبالش، جست پیروزی حمایت میگرفتن. به نظرتون با حال که ایرانی باید چه کرد؟ دافشون. به به، سلام نازلیه یامو، چطورین؟ بچه که بودیم بابا ننمو میگفتن اوه اوه اون یارو رو ببین لامصب تلاسازه، با خودم میگفتم شغل تلاسازی چیه چطوریه، بزرگتر که شدم با خودم میگفتم چه مزایایی داره. حالا از هم بگم که تلاسازی شغل چند هزار سال است، از مصر گرفته تا ایران، گاهی وقتا دوستان گنجا با آثارش رو پیدا میکنن و میفروشن. امنیت شغلی تلاساز ها به خاطر نوع وابستگی آدم به طلا همیشه بالا بوده، نه که توش سود داره کلن. اول از همه بگم که چون اسمش تلاسازی هم فکر کنن که این از آن غرق در طلا هستن. تلاساز ها با انواع فلزات گرانبها مثل نقره، پلاتین، برنز و غیره سر و کار دارن. کارشون هم شامل برش، پر کردن، چکشکاری، خم کردن فلز، ریختگری و فرو شه طلا هست. بله خلاصه کارشون ایناست. طلا ساز ها جز این که باید بلد باشن طراحی کنن و بسازن، باید بلد باشن که تعمیرات و بازسازی هم انجام بدن. تازه این طراحی که گفتم کوکب 5 سال از ناکجا باد، نه طراح خوب باید باشه، یعنی اینو دوره خاص خودش باید بگذرونن، بعد بره دوره مخصوص برش الماس رو، قالب گیری، تراشکاری سنگ قیمتی، پولیشکاری، ساخت حلقه، یه سری کلاس دیگه ببینه تا تازه بشه طلا ساز. یعنی طرف طلا مثل موم تو دستش باید باشه، کاملا به دستش مسلط باید باشه، چشش مثل عقاب تیز باشه. یه وقتا پیش اومده حتی یه لرزش کوچیک کل زحمات چند ساعته طلا ساز رو به گاز تبدیل کرده، گاز خروج از انتها. یه تلاساز متوسط هفته 40 ساعت کار میکنه، سر شلوغ باشه بیشتر هم کار میکنه. تلاساز باید توانایی بدنی خوبی داشته باشه، اگه ناتوان باشه زیر این فرزکاری و سنباده و چکشکاری اینا کلن میزاد. یه تلاساز تو کشورهای خارجی سالی بین 30 تا 70 هزار دلار درآمد داره، این رقم تقریبا تو ایران هم همینه. کارگاه شخصی تلاسازی هم مشکلات خودشو داره. اولندش باید بگم که محیط زیاد گلگوشادی نمیخواد، ولی حفاظت بالایی باید داشته باشه، به هر حال طلا توشه. بعضی‌ها میرن تو این پاساژهای طلافروشی کار میکنن، یه سری هم به شرکت‌های بزرگ پناه میارن. سرمایه هم چقدر لازمه رو حقیقتاً کسی نمیدونه، بسته به کاری که طرف انجام میده و دستگاهی که میخره متفاوته. تازه اول کار باید خود طلا و فلز گرانبها داشته باشی. معایبی هم داره شغل تلاسازی. اول این ستون فقرات تاثیر منفی میذاره، هی باید خم بشی به کمرتو فشار میاد، از این نظر هم ردیف گلناره این فشاری که وارد میکنه. فرقش اینه که این پول توشه، آسیبای چشمی هم میبینه طرف، هرچند حرفه یا اینه که مخصوص میزنن که قطعات ریز به چشمشون نخوره، ولی باز هم ردیف چیه؟ گلناره باریکلا. این تلاساز لاکچریان، طرف نفسش بو طلا میده. چرا؟ چون ذرات کوچیک طلا وارد ریه‌هاشون میشن. اصلا این خوب نیست، چون عفونت ریه میاره. تلاسازو باید ماسک بزنن. خلاص اینکه شغل خیلی لاکچریه، درسته درآمدش خوبه ولی سرمایه اولی هم زیاد میخواد. حالا کیا اینجا عاشق طلان؟ اعلام حضور کنم ببینیم. خداحافظشون. Thank you.